پاش ساخت به جزوه ای در سفارت رژیم ایران در این کشور دست یافته است که در آن اسم چندین مخالف تبعیدی رژیم ایران مشخص شده که قرار بود هدف ترور قرار بگیرند. دو رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی دانمارک این جزوه را نوعی لیست ترور می دانند. به دنبال این موضوع دانمارک سفیر خود را از تهران فراخواند و سفیر رژیم ایران در دانمارک را نیز احضار کرد تا در این باره توضیح دهد. به دنبال کشف لیست ترور در سفارت رژیم ایران در دانمارک، احزاب این کشور خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. مایکل استرابینسن، سخنگوی روابط خارجی حزب لیبرال دانمارک گفت: من فکر می‌کنم دلایل روشنی در این رابطه وجود دارد. تنها پاسخ این است که ما باید آنها را از کشور بیرون بیاندازیم، زیرا این اقدامات رژیم ایران کاملا غیر قابل قبول است. خب سلام می‌کنم، من بریم روی فرز. سلام میکنم آقای یاسین اهوازی، من کیانوش توکلی هستم. اون چیزی که شنیدید یا دیدید بخش کوتاهی از تلویزیون شورای ملی مجاهدین بود، در مورد یه لیستی صحبت میکنه که این لیست رو مجله یا روزنامه یولن پستن دریافت کرده. نظر شما چیه آقای یاسین اهوازی؟ البته ببخشید، یاسین اهوازی فعال مدنی و حقوق بشری ایرانه که بیشتر در خطه جنوب در مورد اعراب ساکن در واقع اعراب اهوازی معروف هستم. بفرمایید. بله، من با سلام به شما و شنوندگان بینندگانتون، من این طرح البته بخشی از طرح کلی هستش برای ترور مخالفین که از سال گذشته شروع شد و چیز جدیدی نیست، و این ترورها از هلند شروع شد، یعنی طرح ترور جدید غیر از اون طرحهای تروری که قبلا در دهه 90 میلادی وزارت اطلاعات با هم و سپاه اطلاعات سپاه اجرا کرده بودن در خارج از کشور علیه حزب دموکرات و مخالفین بقیه مخالفین نظام ایران. این طرح بخشی از اون طرح هستش که سال گذشته شدت گرفت، با دو ترور هم که خودتون نام بردید در هلند بود که آقای محمد رضا کلاهی و آقای مولوی نیسی، احمد نیسی از فعال سیاسی عرب جز این ترور بودن. بعد از اینکه طبعا این نظام وقتی که از نظر سیاسی و اقتصادی بهش فشار میاد و مخالفین به اصطلاح وسعت عملیات و انتقادات و فعالیت سیاسی خودشون گسترش میدن، برای اینکه این صدای حق و طلباتی که اونها در خارج علیه نظام اجرا میکنن بتونن به اصطلاح کوتاش کنن یا به اصطلاح مخالفین رو بترسونن که به اصطلاح سکوت اختیار بکنن، متکی یا متوسل به ترور میشن. ترور اول با ترور شخصیتی شروع میکنن، وقتی که نتیجه نداد چون خود نظام دیگه رنگی نداره، همه میدونن که این ترورهای شخصی از جانب سپاه وزارت اطلاعات هستش، وقتی نتیجه میده رو به ترور فیزیکی میارن. و این ترورهایی که قرار بود در دانمارک، اسکاندیناوی و ادامش قرار بود در بلژیک و هلند و آلمان انجام بشه و در فرانسه با انفجار مقر مجاهدین، میخواستن به اصطلاح هم به طور غیر مستقیم و هم مستقیم هم به مخالفین به اپوزیسیون بفهمونن که ما هستیم و دنبال شما، حتی در خارج از کشور، اونطور که هم فرمانده سپاه نیروی زمینی سپاه اعلام کرد و هم به اصطلاح مشاور نظامی علی خامنه ای آقای سردار صفوی اعلام کرده بود که ما در خارج از کشور و هر نقطه که باشیم به دنبال مخالفین خواهیم رفت. ببینید آقای یاسین اهوازی، میخواستم همین یه سوال بکنم. ببینید به لحاظ سیاسی وقتی نگاه میکنیم این یه خودکشی سیاسی برای جمهوری اسلامی در شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه با اتحادیه اروپا روابط خوبی داشته باشه، و اگر بیاد داشته باشی از سال 1998 بعد از ترور میکنوس جمهوری اسلامی قول داد به اتحادیه اروپا که دیگه تروری در این خطه انجام نده. فکر میکنید که این دلیل چیه؟ با توجه به این که امروز خبری من شنیدم که کمال خرازی نماینده
علی خامنه ای در شورای سیاست خارجی اعلام کرد، یا در واقع میشه گفت اعتراف کرد که ترور در دانمارک توسط گروه های خودسر قرار بود اقدام بشه و از دولت روحانی خواسته که این مسئله رو پیگیری بکنه. شما چگونه میبینید؟ یعنی این تناقض سیاسی رو چگونه میبینید؟ آیا در جمهوری اسلامی ارگانهای مختلفی خودسرن؟ بله، من از آخر شروع میکنم. بله. ببینید، هیچ نوع خودسری وجود نداره. تمام سیاست های ترور و امنیتی در بیت مستر اتاق بیت رهبری انجام میگیره که تمام فرماندهان رؤسای دستگاه های اطلاعاتی در آن شرکت دارن، از اطلاعات سپاه گرفته تا وزارت اطلاعات تا حتی فرماندهان سارالله، قرارگاه سارالله و رئیس شورای امنیت ملی و دیگران. این اصلا هیچ چیز خودسر وجود نداره، چون هیچ چیز اگر بخوان اینا خودسر انجام بگیرن نمیخوان، به خاطر همین که اتفاقا برعکس مورد فشار و ضعف سیاسی اقتصادی هستن، نمیخوان به اصطلاح طوری بگذارن گروه های خودسرکاری بکنن که براشون مشکلات بیشتر به وجود بیارن. اما این ترورها در اتاق فکر امنیتی استراتژیک بیت خود آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته شد، به مانند سابق همونطور که در خاطرات آقای رفسنجانی آمد، همونطور که آقای منتظری اعلام کرد و همونطور که به اصطلاح خود فرمانده نیرو زمینی اعلام کرد که ما تصمیمات میگیریم و اجرا میکنیم و هستش که پرس نداشیم و میایم در خارج به دنبال مخالفین. ببینید، آقای کمال خرازی که رئیس شورای سیاستگزار سیاست خارجی که منصوب خود آقای خامنه هستش و مستقیم با آقای خامنه گزارش میده، وقتی که این اعلام کرد که این گروه خودسر هستن، دقیقا یعنی تو دهنی زد به آقای وزیر خارجه آقای ظریف و رئیس جمهور آقای حسن روحانی که اعلام کرده بودن که این نمیدونم طرح توطئه یا نمیدونم این دسیسه اسرائیل بوده در دانمارک و در اروپا که میخوان رابطه بین ایران و اروپا رو خراب بکنن، و نشون میده که دقیقا پس اون طرحی که اون اینا دارن اجرا میکنن، طرحهای ترور همگیر هستش، در سراسر اروپا هستش، برای همون هنوز هم همون سیاست الرعب نسل رو دارن ادامه میدن که آقای خامنه عاشق این شعاره که اگر شما بخواید حکومت بکنید باید ذره چشم از مخالفین بگیرید، از مردم بگیرید. و ببینید، در شما اشاره کردید به میکونوس، ترور رستوران میکونوس در آلمان، در همون موقع هم ایران سعی میکرد با تمام قدرت در زمان رفسنجانی سعی میکردن که رابطه اقتصادی با اروپا داشته باشن، با فرانسه، آلمان و ایتالیا در برابر با این سه کشور که بعد اتریشون نظام شد، بهترین رابطه داشته باشن، و در همون زمان که این رابطه اقتصادی رو داشتن گسترش میدادن و موفقی هم داشته میشن، دست به ترورها زدن، چون میدونستن که در مقابل کشورها در مقابل روابط اقتصادی ممکن است در مقابل بل ترور سکوت بکنن. اما اونطور نشد که، و ما حالا بر نمیگردم اون داستان، اما جمهوری اسلامی ایران و رژیم ایران امروز به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی که از جانب آمریکا و حتی خود اروپا و تمام دنیا زیر نظرش هسته و به سر منسجم شدن فعالیت اپوزیسیون در خارجش که علیه این رژیم و کثرت تلویزیون ها و اخبار و به اصطلاح شبکه های اجتماعی و در به اصطلاح افشای جنایت، فساد و دزدی این رژیم، سعی کرد برای خونسا کردن این مسئله دست به اقدامات تروری بزنه که از قبیل حمله به مقر مجاهدین، در ببخشید در اجلاس مجاهدین، طرح ترور در فرانسه و به اصطلاح کشف اسلحه در سازمان های فرهنگی در فرانسه و ترور در دانمارک بوده که میخواستن این یعنی کلید خود این طرح تو شماره سه قسمت بوده، اولین ضعیفترین حلقه شان نفکر میکردن که در اسکاندیناوی بوده که برعکس میشون داده شد، و قسمت دومش باید در آلمان میشد و قسمت سومش باید در هلند و بلژیک و ایتالیا باید اجرا میشد. خب ببینید آقای یاسین، بذار من چون داستان خیلی شد، من بذار یه خورده سوالات رو مجزا بکنم و که شنونده ها تو جریان بشه. اول برنامه ما یه فیلمی از چیز گذاشتیم که صحبت از روزنامه یولن پوستن، صحبت از لیستی میکنه، این داستان واقعیش چگونه بوده؟ من میخواستم به همین برسم. ببینید اینو بگیم، من بعد سوالا داره بگیم. بله ببینید، این لیست
حقیقت داره، درسته. اینا یه لیستی دارن که میخواستن در اسکاندیناوی، نه تنها در دانمارک، افرادی رو یا ترور بکنن یا به اصطلاح تحت فشار، یعنی ترور فیزیکی بکنن. به همین دلیل اینا از چون خود سفارت در واقع این لیست رو میده به یولن پوستن و میگه اینا تروریست هم باید برگردونن. یعنی خب بفرمایید. بله، البته این بار اول نیست، این الان از حدود 2016 بوده که اینها، چون این رهبران حرکت العربی برای استقلال اهواز که در دانمارک سکونت دارن، اینها در دانمارک سکونت، نه 2016 اینها این از دولت دانمارک خواستن که اینها را تحویل ایران بدن به دلیل اینکه اینها را تروریست میخوندن. اما دولت دانمارک به دلیل اینکه اولا نه مدرکی وجود داشت و در ثانی خود ایران را به عنوان یک رژیم تروریست پرور و حامی تروریسم دولتی یعنی خطاب میکرد، هیچ وقت حاضر به این به اصطلاح خب تحویل افراد یا حتی جلوگیری از فعالیت سیاسی خب ولی اخیرا که دستگیرشون خب کردن، سه نفر رو دستگیر کردن بعدم آزاد کردن. یعنی این بله به این مسئله میرسم الان. این نشد تا اینکه وقتی که طرح ترور رو رفت و اینها قبل از اینکه وقتی که این حملات نظامی در اهواز به رژیم نظامی به نیروهای مسلح انجام شد، سپاه پاسداران و وزارت خارجه عجله کرد و یکی از سخنگویان حرکت نضال برای آزادی اهواز در یکی از مصاحبات با فکر میکنم با یکی از شبکه‌های فضایی اعلام کرد که این کار میتونه کار یکی از سازمان‌های وطنی اهوازی باشه، از هیچ سازمان نام نبرد، فقط به طور کلی حرف زد که میتونه یکی از اونها باشه. اینا فوری اومدن، یعنی خواستن از این مسئله رژیم استفاده بکنه، از این خطای سیاسی سخنگوی این حرکت که میخواست یه خورده، یعنی به اصطلاح با بازوها خودش بازی میکنه، فکر میکرد که سیاست به هر چی دلش میخواد میتونه بگه، و این بولی شد برای رژیم ایران و وزارت اطلاعات که از دولت دانمارک بخواد که اینها رو تحویل بدن. اینا الان اعلام کردن که به اصطلاح همچیک چیزی بوده. اما وقتی که اینها دستگیر شدن، برای دستگیرشان در خود روزنامه دانمارک اومد، اینا برای تحقیقات دستگیر شدن، ولی هنوز اینها تحت به اصطلاح تهدید هستن از جانب ایران و این دستگیری هم خودش یک شکلی از حمایت هستش. ولی خب همه میدونستن که اینا برای تحقیقات میرن، سوال جواب ازشون شد، برای از 24 ساعت هم آزاد شدن، چون برای اون هم توضیح داده شد که به اصطلاح اون یک خطای سیاسی بوده در کلام، منظورشون چیزی دیگه بوده و برای فاصله که البته تا اون موقع مشخص شده بود که حمله کار داعشه، خود رژیم هم اعلام کرد که خب کار داعشه. آره ببینید، اجازه بدید آقای یاسین، من میخوام یه مقدار بحث دو طرفه باشه. ببینید، دو روز پیش اعلام شد 22 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. امروز هم که این خبری رو شما گذاشتید در رابطه با اینکه دو نفر زیر شکنجه کشته شدن، خب یعنی یک و حدود 600 نفر دستگیر شدن بعد از حمله به رژه نظامی در اهواز. خب شما اینجا مطرح میکنید که کار داعش بوده و من هم اینو تایید میکنم که کار نه تنها من بلکه تمام خبرگزاری دنیا اعلام کردن که ویدیوی فیلم رو دادن. چطور شد یکی از این سازمان های به اصطلاح مقاومت اهواز بیاد بگه که آقا این کار منه؟ اینه یه مقدار توضیح بدید. من گفتم الان در سخنم خب اینا اعلام نکردن که کار منه. چرا یعقوب اعلام کرد گفت کار من شنیدم اینو؟ نه من هم میتونم... چیزی نگفت. من هم به عربیشو شنیدم خوب. هم به فارسیش. خب یعنی نگفته کار ماه؟ اصلا ابدا هم چیزی نگفت. گفت که یک کار میتونه کار یکی از سازمان، اعلام من گفتم میتونه کار یکی از ممکنه یکی از کار سازمان های وطنی اهوازی باشه. ما سازمان وطنی اهوازی نداریم. ما اونجا احزاب و سازمان های هستن
که اسامی مشخص دارن و سیاست های مشخصی دارن، اما رژیم از این مسئله بلد بگیره، یعنی سو استفاده بکنه. و حتی بعضی از روزنامه نگاران فارس و یا به اصطلاح خبرگزاران فارس زبان در خارج از کشور هم به این مسئله دامن زدن. ولی بلاف دو روز بعد وقتی که داعش اعلام کرده و به اصطلاح رژیم و سپاسداران اعلام که کار داعش و فیلم داعش اومد بیرون و خبرگزار اعلام کردن، فوری این مسئله همه عقب نشینی شد. اون آقا هم در این چیز در این مصاحبه آقای یعقوب تستری گفت که یکی از سازمان‌های وطنی اهواز میتونه پشتیم باشه، به خاطر دلالش هم گفت به خاطر ظلم و ستمی که بر منا، اما نگفت کار ما بوده. ولی رژیم اینها رو کمان گفتن 2016 میخواست دنبال اینا بود که اینا رو به دانمارک فشار رو که تحویل بده و دانمارک هیچ به این مسئله اهمیت داد نمیداد، چون میدونه ایران یک کشوری خودش تروریست پرور و قضا و آزادی و اصلا حقوقی در اون کشور برای یک زندانی وجود نداره که بخواد اینا را تحویل بده و درست اینا جرم مرتکب نشان در خاک دانمارک و کار تمام هم سیاسی دارن میکنن. به هر صورت این مسئله وقتی که بعد اعلام داعش شد دیگه همه چی در اومد و بعد حتی به صورت مشخص شد که بنظر بنده و خیلی کسان کارشناسی دیگه که خود بخشی از سپاه پاسداران هم یا خود رژیم سپاه اطلاعات سپاه پشت این مسئله بوده که بگذارن این داعش بیاد که این عملیات انجام بده، چون همه سرباز کشته شدن به محل نشست و چی میگن سران نظام هیچ حمله نشد، بس به سربازا حمله شد که 7 تا سرباز هم از بچه های عرب اهواز بودن، یعنی سرباز وظیفه بودن، کشته شدن متاسفانه. شما این عملیات رو محکوم میکنید، یعنی حمله نظامی به رژه در اهواز رو محکوم میکنید؟ طبعا این عملیات نظامی به هر شکلش محکومه و باعث فقط سوء استفاده سپاه پاسداران میشه، باعث سوء استفاده رژیم میشه، چنان که همین اتفاق افتاد و همین 600 نفری که از شما نام بردی، 611 نفری که دستگیر کردن به بهانه همین حمله که هیچ ارتباطی هم به هیچ سازمان اهوازی سیاسی اهوازی نداشت گرفتن و تمام کسانی هم که گرفته تماما از فعالین مدنی و به اصطلاح حقوق بشری و فرهنگی بودن. یک نفر به اصطلاح تندرو در بین دستگیر شده ها نیست، یعنی اونجا دفعه گزارش که اومده اونجا خیلی کسان هستن، مثلا چندی نفر هستن مثلا سنی و تندرو هستن و اونا اصلا دستگیر نشدن. تمام کسانی که دستگیر شده، یا روزنامه‌نگار، کاتب، شاعر، فعال مدنی، فعال فرهنگی، فعال حقوق بشری و از این نوع قماش بودن. خب. از دختر 16 ساله گرفته شده، پسر 16 ساله تا مرد 72 ساله. خب. و ببینید در مورد اعدام یه توضیح بدین. این اعدام دو روز پیش اعلام شد ولی بعد عنوان شد که این اعدام صورت نگرفته، جمهوری اسلامی خواسته تست بکنه ببینه واکنش ها چه خواهد بود. در این باره توضیحاتی داریم بفرمایید. بله، از بین این افراد هنوز 6 سال خورده هم یه تعدادشون آزاد شدن ولی هنوز عده کثیر زیادشون، البته حدود 180 تا اسم وجود داره. خیلی هم میدونه که از مردم ترس دارن که بگن بچه‌ها، چون وقتی که اومدن گرفتشون بهشون ابلاغ شده با تهدید که اگر به جایی بگن، مثل همیشه چیز یعنی جدیدی نیست که الان بر اولین بار سپاه پاسداران یه وزارت اداره انجام میده، شبانه وقت هم نمیکنه، خانواده ها هم تهدید میکنن، میان پسر دومت یا دخترت هم میگیرن اگه اعلام بکنه و این هنو همه در مردم در اقلیم اهواز خودستان میدونن که همچین مسئله ای هست. به صورت اینا رو که دستگیر کرد هنوز حدود 60-70 تا اسم ها بینید که دستگیر شدن، چون که گفتن همه هم از فعالین مدنی و فرهنگی هستن. بعد 22 نفر مفقود الاثر هستن، یعنی به سلول های انفرادی از یه هفته دو یا 8-9 روز پیش منتقل شدن که از اینها اسامی 4 نفر که اعدام شدن که خود وزارت اطلاعات اومده بهشون حکم داده که به سر شما کشته شد، اجازه برگزاری فاتحه یا مراسم تحریم رو ندارید و سر کوچه هاشون این طرف اون طرف هم مأمور گذاشتن، رفت آمدن هم تردد میکنن. پس 4 نفر رو اعلام کردن. اجازه بدید من تمام بکنم که بتونم بگم. من میدونم سوال شما چی میخواید بکنم، من پیشا پیش جواب میدم. ولی الان مسئله سر این هستش که اگر میگن مثلا تست میخواد بکنه، خب من سوال میکنه، یعنی مردم دارن سوال میکنن، سازمان حقوق بشری دارن سوال میکنن، چون که امنستی اینترنشنال سوال کرد که اعلامیه داد در این مورد، سازمان امنستی اینترنشنال که میدونید اعلامیه داد و
نگرانی عمیق خودش از شرایط و به اصطلاح آینده و هویت این 600 نفر که دستگیر شدن چی هستش، کجا هستن، چرا اجازه ندارن با خانوادشون رفت دیدار کنن، چرا اجازه ندارن با وکلاشون دیدار داشته، چرا اجازه ندارن تلفن به خانوادشون بزن از سلامتیشون بگن. اما 22 نفر که منتقل شدن به اصطلاح سلول های انفرادی و میدونی معنای سلول های انفرادی یعنی اعدام میشن، آمادگی برای اعدام، 4 نفر اعدام کردن که به خانوادهشون اعلام کردن که احمد حیدری 28 ساله، عدنان سواری فکر کنم 34 ساله است و نصار مؤمنی و یکی نفر دیگه فکر میکنم حاتم سواری باشه، اینها جز هستن که اعدام شدن و بعضی هم که در زندان بودن شاهد این مسئله بودن که این اطلاعات رو بیرون درس کردن. اما خانواده ها و سازمان حقوق بشری همه میخوان که اگر این بلوف یعنی اعدام نشدن بذارن بیان مردم یا وکیلاشون یا خانوادهشون اونها را ببینن. اما فراموش نکنیم ما با یک رژیمی در سر کار داریم که دروغگوترین رژیم دنیاست. هیچ کس و همه در منطقه و دنیا میدونن که رژیم چقدر دروغگوه و چقدر اخبار متناقض در رابطه با هر مسئله منتشر میکنن که از هان متشنج بکنن. ببینید درسته، این کاملا حرفتون درسته. من میخوام یه مقدار اینفورمیشن بگیرم در مورد دو نفری که زیر شکنجه کشته شدن، آیا جز این 4 نفرن یا جدا از این 4 نفری که اعدام شدن؟ شما اعلام کرد جز همین 4 نفر بودن؟ جز این 4 نفر هم اونایی که شکنجه شده بودن؟ بله جز این 4 نفر بودن که دیگه به قول گفتم تو که گفتم یکیشون پسرموش اونجا ظاهرا در زندان بود که اینو تایید میکنه و دیگری هم زندانی های دیگه بودن که شاهد بودن که به اونا به سال به مرد چیز محلی زمین های دن تو سپیدار پشت زمین مخصوص اعدام اونجا برده بودن. اما دو نفر دیگه هم مفقود شدن خوب. یعنی هیچ اثر ازشون نیست و هر کار میکنه هیچ کس جوابگو نیست و احتمال میده اونها هم اعدام شده یا زیر شکنجه یا به اصطلاح به وسیله تیر خلاص. خب. اما چنانچه گفته شد مردم و همه هر کسی اگر میگن جمهوری اسلامی یا آقای استاندار اهواز خوزستان یا فرماندار یا داستان یا مسئول دادگستری اگه اعدام میکنه که حقیقت نداره بگذار خب مردم یا خانواده هاشون یا وکلاشون با این 22 به خصوص به این 22 نفر حالا غیر از 77 نفر دیگه که اصلا هم اون هم هنوز چیز نیستن، فقط میگن که تحت شکنجه و اذیت و آزار رو شدن ولی هستن زنده. خب. ولی ببینیم کجا هستن. آره. خب ببینید به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم شما به عنوان فعال مدنی میتونیم برای ما توضیح بدیم به عنوان یه عرب ایرانی توضیح بدید که اصلا خواسته های مردم عرب ایرانی چیست؟ بله ببینید این خواسته که هر انسان به عنوان یک انسان زاده میشه روی زمین میخواد زندگی بکنه، میخواد مثل بقیه انسان انسان خطاب بشه، مثل انسان های آزادی دیگه بتونه حق انتخاب داشته باشه برای زندگیش، خواست جدا از خواسته های دیگر مردم ایران یا مردم کشورهایی که تحت ستم هستن نیست. مردم اهواز یا عرب ایران یا عرب اهواز به دلیل وجود ثروت نفت و گاز زیر پاشون از ابتدای حقوق اجتماعی که همان حقوق اقتصادی و امنیتی و فرهنگی باشه محرومند. تمام این در بعد از بخصوص بعد از اتمام جنگ ایران عراق فشار و سرکوب انقدر در این اقلیم رشد کرده که امروز ما شاهد هستیم که به قول خود وزارت کار مشاور 67 تا 81 درصد جوانان عرب اهواز یا ایران بیکار هستند و غیر از این تحت ستم مضاعف به مانند دیگر ملیت‌های ایران مثل بلوچ و کرد و ترکمن و غیره هم وجود دارند، از فعالیت اجتماعی محرومن، از حقوق فرهنگی محرومن، از کار محرومن، نگاه امنیتی به اونها میشه و تا موقع که نگاه امنیتی به یک ملیت یک قوم وجود داره یعنی که اونها باید تحت ستم مضاعف از همه امور اجتماعی کار و زندگی و خانواده باید محروم باشن. حالا من وقتی که این حرفا رو میزنم به شما که چیز جدیدی هم نیست دیگه، بر هیچ کسی هم
پوشیده نیست دیگه، خود رژیم و همه انتظاراتی که داره میبینیم و تو این دو سال از دیما پارسا تا الان داریم میبینیم گواه بر اینه. غیر از اینکه آبشون رو بردن، نفتشون رو بردن، گازشون رو بردن، امروز حتی هوا هم ندارن بکشن. مهمتر از همه اینه اجازه ندارن حتی به اصطلاح در مراسم برای شهدا مرده های خودشون هم بگیرن. ببینید این حرفی که من میزنم این شامل اقوام دیگه هم میشه، ولی این اقلیم به دلیلی که ثروت نفت ایران 80-81% ثروت نفت ایران از این اقلیم برداشته میشه، الان آبدارچی شرکت نفتی و هر جایی که دیگه حساب بکن، اینو دیگه من نمیگم که خود مدیر عاملا دارم میگن که با هواپیما میرن و میارن از تهران و اصفهان و جاهای دیگه میارن. تفریش و به اصطلاح به حاشیه راندن مردم عرب انقدر شدت گرفته، انقدر حاشیه شده که الان تبدیل شده به اصطلاح گفتگوی یعنی بحث جدال محاوره در خیابان. ببینید الان خیلی ها میگن اونجا تنها عرب نیستن، اونجا دیگران هم هستن. آره هستن، ولی این غیر از این که یه اقلیتی ما داریم از دسفولی را شوشته، اونم شوشتر که نگاه بکنید دور تا دورش روستا همه عرب نشینه، دسفول دور تا دورش همه عرب نشینه، ولی خب اونا آره. جز همون اقلیم هستن، باید هم باشن و همیشه هم کنار مردم مسالمت ها میزنی کن. صحبت سر اینه که هزاران هزار ده ها هزار نفر از آبدارچی تا معلم و کارگر و مهندس و هرچی که بگی با وجود این که در خود استان وجود داره عرب بودن اونجا درس خوندن، بهشون کار داده نمیشه، ولی میرن از استانهای مرکزی میرن برای تغییر بافت جمعیت کشور که بگن اونجا همه عرب نیستن. اما با این وجود، با این وجود سازمانهای مدنی و سیاسی و حتی مردم عرب میگن ما حاضر سرشماری بکنیم در اقلیم در استان تحت نظارت یک سازمان بین المللی که مشخص بشه کی از کجا آمده، کی به اصطلاح اکثریت داره. سوای این حتی امام جمعه خفاجه سوسنگر دیگه صداش هم در اومد که گفت که اونجا چاهای نفت وجود داره که شما این همه 20-30 هزار جوان تو این شهر کوچیک بیکارن، شما میره از قوم اصفهان و مشهد کارگر میارید و ضعف یعنی دردها در واقع یک تبعیض دوگانه هست. یعنی حالا ما آمارها رو درست میگیم، باید یه روزی بالاخره آمارگیری بشه ببینیم جمعیت اتنیکی ایران چگونه است. آقای یاسین اجازه بده من فقط کلمه آخرمون بگم. آره، 10-20 ثانیه. ببینید به همین دلیل، همین ظلم و ستمی که وجود داره، همین تبعیض عمیقی که وجود داره در مناطق ملیت و از قبیلش در اهواز خوزستان، باعث میشه که جوانان وقتی که طلبات خودشون مطرح میکنن سرکوب میشه به خشون، بعضی از اونها بعضیشون به خشونت کشیده میشن که بعد اینجا در میبینیم در خارج از کشور یا در داخل اونها رو به اصطلاح مورد ملامت یا هجوم قرار میده بدونی که بدونن علت این به اصطلاح تندروی اونها چی هست. اما با این وجود اکثریت قاطع سازمان ها و مردم و جوانان اهواز خواهان راه حل مسالمت آمیزی هستند که از شر این تبعیض و این نظام و رژیم جمهوری اسلامی خلاص پیدا شون که بتونه در کنار مردم ایران در صلح و صفا با هم زندگی بکنه. به نظر من نکته آخر نکته خیلی مهمی بود آقای یاسین اهوازی، برای اینکه جمهوری اسلامی میاد مثلا یکی از این گروه ها رو میگیره که طرفدار مبارزه مسلحانه و جدایی و تجزیه هست و بقیه رو به خاطر این سرکوب میکنه. من تشکر میکنم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. منم از شما متشکرم.